دختری که وقتی گم میشه رازهای وحشتناکی از زندگیشو پیدا میکنه. گلاسیا سلام. امروز میادیم فیلم لیک مانگو یا دریچه مانگو رو ببینیم. یه فیلم استرالیایی نمره 95 راتن تومیتوز داره و یکی از خیلی خوبهای سبک ترسناکه به خاطر محتوای خیلی اذیت کنندش. یعنی اینطوری نیست که جامپ اسکر بیاد و هی بخوای وحشت زده بشی بپری عقب، نه، ولی از این فیلماست که یه مدت تو مخت میمونه، اینطوری اذیتت میکنه. بریم فیلم ببینیم. حواسمون به اسپل و کامل و صحنه های قشنش هم باشه. با شروع فیلم اخباری رو نگاه میکنیم که داره اطراف یه دریاچه رو نشون میده، جایی که دختری به اسم الیس گم شده و خب مامورهای پلیس و نیروهای امداد دارن دنبالش میگردن اما هیچ اثری ازش پیدا نمیشه. حالا صحبتهایی از الیس همین دختر گم شده رو میشنویم، دختری که داره به عکسی از قدیمشون نگاه میکنه که اجداد مادریشون تو هن و میگه که چی شده، قضیه چیه. مادرم براش توضیح میده که اجداد من میگن یه سری قدرت داشتن که میتونستن توی زمان سفر بکنن، چیزهای مختلفی از دنیای ماورالطبیعه رو ببینن و این جور چیزها، اما خب من بهشون باوری ندارم و مطمئنم ما اصلا شبیه اونا نیستیم. حالا مصاحبه ای از برادر الیس یعنی متیو رو میشنویم که داره میگه با خواهرم رفته بودیم توی دریاچه و شنا میکردیم، من خسته شدم اومدم بیرون اما الیس همچنان توی دریاچه بود، برای همینم فکر کردم میخواد تنو تفریح کنه و بی‌توجه بهش اومدم توی خونه، اما صبح بعد دیدم خبری ازش نشد و خیلی نگران شدم، برای همین به پدرم گفتم تا بریم دنبالش بگردیم. پدرم این قضیه رو تایید میکنه و متیو ادامه میده که وقتی رفتیم دنبال الیس بگردیم دیدم که هولش همچنان کنار دریاچه است، یعنی اصلا بیرون نمیاره که بخواد لباسشو تنش بکنه. چند تا مصاحبه هم از پدر بزرگ و مادر بزرگ الیس، دوست پسرش و بهترین دوستش یعنی کیم هم میشنویم. اونا میگن از طریق برادر یا پدر و مادر الیس خبرو شنیدن و خب وقتی هم شنیدن خیلی به هم ریخته شدن. پدر الیس در ادامه مصاحبه میگه من هنوزم چراغای خونه رو شبا روشن میذارم چون مطمئنم که یه روز دخترم برمیگرده و مشخص چندین روز قضیه گذشته. حالا میبینیم که بالاخره مامورهای امداد موفق میشن جنازه ای رو از دریاچه بیرون بکشن، جنازه ای که به خاطر موندن توی آب به شدت داغون و نابود شده. پدر الیس هم برای شناسایی میره و تایید میکنه که این برای دخترشون الیسه. مادرش هم انقدر ناراحت و به هم ریخته است که حتی جرأت نداره جنازه دخترشون نگاه بکنه. خلاصه که مراسم خاکسپاری صورت میگیره و پدر الیس میگه که دقیقاً 10 روز بعد از خاکسپاری اتفاقای عجیبی تو خونه افتادن. میگه 10 روز بعد صداهای ناشناخته توی خونه میومد، مخصوصاً از اتاق خواب الیس. هرچی هم میگاشم نفهمیدم که دلیل این قضیه ها چیه. مادر الیس هم میگه که من دقیقاً همین چیزهایی رو تجربه کردم. میگه بعد الیس هر شب کابوسای عجیبی میدیدم. حتی بعضی وقت‌ها انقدر ترسناک بودن که مجبور می‌شدم برم خونه و راه برم تا دیگه خوابم نبره. خیلی شبا می‌رفتم خونه فامیل یا آشناها و همسایه‌ها می‌خوابیدم تا نخواد دوباره دخترمو به یاد بیارم. پدر خانواده‌ام خودشو غرق کار و زندگی کرده تا نخواد به این قضیه فکر بکنه. از اون طرف برادر الیس و همون متیو کارش عکاسیه و میگه 6 ماه از قضیه الیس گذشته بوده، یه بارشم عکاسی می‌کردم که دیدم وسط عکس حیاط خونمون الیس وایساده. این قضیه رو به خانواده‌اش هم میگه و خب در ادامه مصاحبه مادر شنویم که میگه با این که 6 ماه گذشته بود من هنوز مطمئن بودم که دخترم زنده است. اون جنازه‌ای که دیدیم شاید برای دخترم نبوده و همسرم اشتباهی تاییدش کرده. انقدر به این قضیه پافشاری کرده که مامورهای پلیس مجبور شدن الیس رو نقش قبر رو کنن، بعد ازش تست دی ان ای بگیرن و خب به خانواده خبر میدن که تست دی ان ای 100% نشون میده که این بدن الیسه. ولی مادر الیس میگه که خب وقتی همش اتفاقی افتاد باز که سوال دیگه ایش گرفت، پس اون کسی که تو عکس متیو بودش کی بوده؟ متیو میگه مطمئن بودم که اون نفر تو عکس الیسه، برای همینم تصمیم گرفتم توی خونه چند تا دوربین کار بذارم شاید بتونم یه چیزی رو ضبط کنم. همون شب اولی هم که این کارو انجام میده متوجه حرکت یه آدم توی خونه‌شون میشه، چیزی که خیلی خانواده رو میترسونه و خب مادر تصمیم میگیره با یه نفری که کارش ارتباط با ماورالطبیعه است تماس بگیره، کسی که یه پادکست هم توی رادیو داره و خب از اونجا باهاش آشنا شده و اسمش هم ریه. خلاص که باهاش قرار ملاقات میذاره، میره اونجا و ری ازش میخواد که چشماشو ببنده و هیپنوتیزم انجام میده. حالا بهش میگه تصور کن دلی وارد خونه‌شون میشی و همه چی برام تعریف بکن. مادر میگه که الان رفتم تو خونمون، وارد اتاق دخترم شدم و میبینم که اون روی صندلی نشسته، ولی توی واقعیت هیچ کسی اونجا نیست. با پایان این جلسه ری میگه که باید بیام خونه‌تون، بلکه یه مراسم اعتباط با ارواح شکل بدیم. این کارم انجام میدن و هم مادر هم برادر الیس یعنی متیو به این قضیه باور دارن اما پدر باوری نداره. برای همینم متیو سعی میکنه قانعش کنه و دوباره عکسی که گرفته رو نشونش میده. در آخرم پدر قبول میکنه که این کار رو انجام بدن. فیلم این مراسم
عدم ارتباط با ارواح رو هم میبینیم. تقریبا یک ساعت سعی میکنن و ری هرچی که الیس رو صدا میکنه و ازش میخواد که نشونه ی خودش بده، هیچ نتیجه ای نمیگیرن. آخرم مراسم رو به هم میزنن و همدیگه خدافظی میکنن. روز بعدی که متیو داره فیلم و مراسم رو نگاه میکنه، متوجه میشه که گوشه ی اتاق یه رفعی خواهرش الیس میاد وای میسه. پدر خانواده هم برای دیدن این عکس باورش 100% میشه و میگه که تو اون عکس انقدری الیس طبیعی بود و کاملا واضح بودش که مطمئن بودم خودش اونجاست. این قضیه رو به ری هم خبر میدن و تصمیم میگیرن چند تا دوربین اضافه بکنن و یه بار دیگه از خونه فیلم بگیرن. ری تو مصاحبه میگه که من مطمئن بودم هیچ روی تو اون خونه نیست، فقط میخواستم بدونم که چه اتفاقی واقعا داره میفته. وقتی فیلم رو نگاه میکنن متوجه میشن که الیس انگاری توی اتاقشه و داره گریه میکنه. پدر الیس میگه قبلتر وقتی که اون فیلم رو ببینم رفته بودم پیش همسایه هامون، کسایی که روز بعد از پسرم و دخترم رفته بودن به همون دریاچه، یه فیلم از خودشون گرفته بودن که توی اون فیلم کسی از پشت سرشون داره رد میشه، کسی که مشخص متیوه. متیو توضیح میده از دریاچه که اومدم بیرون و میخواستم سمت خونه برم، متوجه شدم یکی داره ازم عکس میگیره، برای همینم مجبور شدم لباسای الیس رو بپوشم همونجا و سریع فرار کنم که نموقع فیلمم پخش نشه. خب این در واقع نشون میده که متیو آدم دروغگو بوده، خیلی چیزا رو پنهون میکرده و پدرم با این قضیه روبرو میکنتش. متیو یه رفعه شروع به اعتراف میکنه، میگه آره این من بودم که عکسای الیس رو ادیت میکردم، یه عکس ازش داشتم، توی عکسای حیات و جاهای مختلف میذاشتمش، تو اون فیلمی هم که با ری گرفتیم داشتم یه فیلم از خود الیس رو توی آینه پخش میکردم که خب فکر کردید واقعیه، ولی به پدرش میگه که مجبور بودم این کارو بکنم چون تو و مامان از زندگیتون زده بودید، مامان حتی شبا نمیتونست بخوابه، از وقتی این اتفاقا افتاد و این عکسا رو نشون دادم یه انگیزه جدید گرفته که الیس زنده است و برای همینم هم چند شبه که داره راحت میخوابه. در آخر هم پدر میبخشتش و متیو تصمیم میگیره بره به دیدن ری تا بهش این چیزا رو اعتراف بکنه و بگه که روی تو خونه‌شون نیست. همین کارم انجام میده و سه روز خونه نبوده، اما فیلم ها همچنان داشتن گرفته میشدن. وقتی برمیگرده چیز عجیبی میبینن، توی فیلم ها دوباره الیس مشخصه، منتها این بار اصلا متیو نبوده که حتی بخواد فیلم ها رو ادیت بکنه و خب متوجه میشن واقعا یه اتفاقایی داره میفته. مادر تو مصاحبه میگه که من یه چیز عجیب تری رو کشف کردم، توی اون فیلم ها نه تنها الیس مشخص بود بلکه توی یکیشون مشخصه که یکی میره تو اتاق الیس شروع به گشتن چیزی میکنه، یه قیافه خیلی وحشتناکی هم داره. متیو که تو عکاسی هم حرفه‌ایه موفق میشه که روی عکس زوم کنه و خب چیز خیلی دردناکی رو میفهمن، کسی که رفته تو اتاق الیس و دنبال چیزی میگشته همسایه‌شون یعنی برت، همون کسی که با همسرش روز بعد از الیس و متیو به همون دریاچه رفته بودن. برت انگاری داره دنبال چیزی میگره و خب همینم باعث میشه که همه خانواده مشغول به گشتن اتاقشن بلکه اون چیزی که میخواد رو پیدا بکنن. خیلی سریع هم موفق میشن. جعبه ای تو اتاق الیسه که وقتی بازش میکنن توی اون یه نوار ویدیوییه. لازم به ذکر قبل از اینکه اتفاق برای الیس بیفته، خیلی وقتا میرفته خونه همین همسایه چون پرستار بچه‌هاشون هم بوده. توی این ویدیو مشخصه که الیس، برت و همسر برت ستایی با همدیگه رابطه داشتن و اهواشون هم فیلم گرفتن. انگار برت هم اومده بود دنبال این بگره تا یه موقع آبروشون نره، ولی خب موفق نشده. پدر تو مصاحبه میگه اگه برت رو پیداش کنم همون موقع جونش رو میگیرم. میفهمم برت و خانواده‌اش از اونجا اساس کشی کردن، هرچی میگردن هم پیداش نمیکنن و حتی مامورهای پلیس هم اثری ازشون نمیبینن. البته کارآگاه مسئول پرونده میگه واقعا نمیشد کاری انجام بدیم حتی اگه پیداشون میکردیم. تو ویدیو مشخصه که الیس خودش می‌خواست این کارو انجام بده و خب چیزی به اجبار نبوده که بتونیم اونا رو محکومشون بکنیم. تو مصاحبه با دوستا و دوست پسر الیس هم هیچکدوم قضیه رو باور نمی‌کنن و حتی دوست پسرش میگه من اگه این قضیه رو می‌دونستم اصلا باهاش تو رابطه نمی‌موندم. جدا از این اتفاق‌ها میریم پیش همون کسی که با دنیای ارواح ارتباط می‌گرفت، یعنی ری. ری میگه که من یه اعترافی باید بکنم، اینکه از قبل الیس رو می‌شناختم. قبل از خانواده‌اش الیس چند باری پیشم اومده بود. میگفت که شب‌ها کابوسای وحشتناکی می‌بینه و خب از من می‌خواست کمکش بکنم تا دلیل این کابوس‌ها رو بفهمیم، ولی خب به خاطر محرمانه بودن این جلسات نمیتونستم به خانواده‌اش قضیه رو بگم. اینم میگه الیس معتقد بود که قدرتی از اجداد مادریش بهش رسیده و این قدرت داره قوی‌تر میشه، انگاری دنیای ماوراءطبیعی داره سمتش میاد و حس میکنه که یه وقتا قراره تسخیر بشه. پدر و مادر بعد فهمیدن قضیه دیگه به ری اعتمادی ندارن و خب شروع میکنن به خوندن دفتر خاطرات دخترشون. توی اونا الیس نوشته که به دیدن ری میرفته و میگه همش کابوس میدیدم که یه جا غرق میشم، بعد از اینکه غرق شدم یه وقتو میدیدم که میرم پیش مادرم ولی هرچی تلاش میکنم بهم جوابی نمیده، بعد میرم تو اتاقم و تنهایی گریه میکنم، حتی بعضی وقتها مادرم میاد تو اتاق ولی انگاری منو نمیبینتم. تو چند صفحه بعدی دفتر خاطرات میبینن که کلمه یه دریاچه مانگو نوشته شده. مادر به فیلمبردار توضیح میده که دخترم توی دوران دبیرستانش به یه کمپ تابستونی رفته بود به جایی که اسمش دریاچه مانگوه، خیلی هم بهش خوش گذشته بود ولی وقتی برگشت گوشیش، دستبندش و خیلی از لوازمش رو کلا گم کرده بود. حالا به دیدن دوست صمیمی الیس یعنی کیم میرن که اون اولام یه لحظه دیدیمش. کیم توی گوشیش فیلمی رو از همون سفری که به دریاچه مانگو داشتن نشون میده.
توی این فیلم همه دارن خوشحالی میکنن ولی خبری از الیس نیست، چون یه گوشه زیر یه درخت نشسته و انگاری اصلا نمیخواد قاطی جمع بشه. کیم میگه الیس اون رو خیلی ناراحت بود و ما هم پیگیر نشدیم که چی شده. وقتی به فیلم دقت میکنن متوجه میشن انگاری الیس یه گوشه وایستاده و داره چیزی رو چال میکنه. برای فهمیدن بیشتر حقیقت این خانواده سفر به دریچه مانگو میکنه. میرسن و بعد کندن جایی که الیس نشسته بود یه کیسه پیدا میکنن که توی اون گوشی، دستمند، ساعت و کلا همه چیزایی که گم شده بود رو میبینن. یعنی در واقع اینا گم نشدن، خود الیس میخواسته که از شرشون راحت بشه. گوشی رو روشن میکنن، فیلمی که اون تو میبینن همه چیز رو تغییر میده. توی این ویدیو الیس داشته تفریحش رو فیلم میگرفته که یه رفعه کسی میاد جلوش که قیافه شبیه همون بدن خودشه بعد از وقتی که غرق شده بود. تو این ویدیو مشخصه که یه روح شیطانی، یه موجود ماوراءطبیعه میاد سمتش که چهرهش این شکلیه و خب انگاری میخواد وارد بدن الیس بشه. مصاحبه بعدی برای بعد این قضیه است و خب مادر میگه که کم کم زندگیمون به حالت عادی برگشته، دیگه اونقدر به هم ریخته نیستیم، انگاری حالا فهمیدیم که واقعا چی شده و یه آرامش درونی بهمون رسیده. سکانس آخر ری دوباره به خونهشون میاد و این بار قراره که با مادر یه جلسه خصوصی داشته باشن. اینجا مادر میگه که یه وقت میرم تو اتاق دخترم و حس میکنم که اونجاست ولی نمیتونم ببینمش. اون شب خواب بودم و حس کردم که الیس برای کنارم ولی وقتی پا شدم هیچ کسی اونجا نبود. خلاصه که حرفایی که میزنه دقیقاً مکمل حرفای الیسن و این انگاری این دختر از قبل آینده رو دیده بود و میدونست چه اتفاقی قرار بیفتن. برای همینم تصمیم میگیرن که کلا نه خونه نقل مکان کنن و یه عکس آخری رو میگیرن که توی اون مشخص الیس دوباره توی خونه وایساده. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. سبک نویسندگی فیلم لیک مانگو یه سبک خیلی خاص و جالبه. این سبک از نویسندگی برای این انجام میشه که وقتی بیننده از سینما یا از پای فیلم بلند میشه شروع به صحبت با چند نفر دیگه بکنه و برای همین هم هستش که هر کسی میتونه یه برداشت جدا ازش داشته باشه. یعنی ممکنه که از 100 نفری که فیلمو دیدن 10 نفر بگن که فیلم در مورد ماوراءطبیعه است، 10 نفر بگن نه در مورد همون همسایه هاست مثلا یه بلایی سر دختر رو آوردن، 10 نفر دیگه بگن که اینطوریه اونطوریه. خلاصه که هر کسی یه برداشت جدایی ازش داشته باشه و شروع به صحبت باهاش بکنن. در واقع نبوغ نویسنده همینه که وقتی اینجور فیلمو میسازه یه تبلیغ رایگان برای خودش انجام میده. اینکه تو میری با دو نفر دیگه در موردش صحبت میکنی یه تبلیغ میشه و خب آمار فروش فیلم بالاتر میره. برای همین هم است که فیلم لیک مانگو توی کسایی که فیلم ترسناک بازن خیلی معروفه و همشون اکثرا دیدن. منم میخوام یه دو تا یا سه تا از این برداشت ها رو بگم. خب یکیش که مشخص همونطوری که گفتم بعضیا معتقدن فیلم اصلا ماوراءطبیعه نیستش. چیزایی که میبینن صرفا یا همون کارهایی هستش که برادر الیس یا متیو انجام داده و ادیت کرده یا همون همسایه هستش که عمره بوده توی خونه و دنبال چیزی میگشته و کلا کسایی که میبینن توی فیلم ها مشخصه همون همسایه و همسرش هم دنبال مدارک میگردن که بتونن اونا رو از بین ببرن. در آخر هم انگاری همینا بودن که یه بلا سر الیس آوردن و اونو کلا از بین بردنش. خب این دسته رو میذارم کنار، من خودم باورم به این نیستش. گروه دوم به این باور دارن که فیلم در مورد سفر در زمانه، یعنی کسی که پیدا میکنن توی دریاچه همون بدن بیجون الیس رو، چهره ای که داره رو میبینیم که توی فیلم الیس با همون روبرو میشه. انگاری خود از بین رفته ی الیس انگاری اومده اونجا باهاش روبرو شده. در واقع الیس تونسته آینده خودش رو ببینه و بعد از اون تصمیم میگیره زندگیشو عوض بکنه، به خودش بیاد، دیگه اون کارهای قدیمی رو انجام نده، ولی خب نمیتونه از سرنوشت فرار بکنه. آخرش همون اتفاقی که باید میفته و جونش رو از دست میده. باز من به اینم باور ندارم و اینم میذاریم کنار. سومی که میخوام بگم خودم به نظرم باورم اینه که برداشت اصلی فیلم همینه. همونطوری که بارها گفته میشه اجداد مادری الیس انگاری قدرت‌هایی داشتن که میتونستن با ماوراءطبیعه ارتباط بگیرن. مادر الیس کلا طرف این قضیه نمیره و سعی میکنه خودش سرکوب بکنه و باورش رو از بین میبره، اما خب الیس نمیتونه این کارو انجام بده. برای همین هم هست که الیس میتونه آینده رو ببینه، میتونه چیزهای مختلف رو حس کنه، ولی مادر نه. الیس وقتی که به دریچه مانگو میره اونجا یه روح شیطانی میبینه که بالاخره باهاش میتونه ارتباط بگیره، روحی که انگار خودش میخواد مهربون نشون بده و در آخر وارد بدن الیس میشه. اون سعی میکنه که جلوش رو بگیره، این قدرتاشو باز سرکوب کنه، اما نمیتونه. برای همین هم هست که بریدن ری میره. این نکته هم بگم که ری در آخر مشخص میشه یه شیاده، یکی از که هیچی بارش نیست. یعنی حتی همون اول داشت گول متیو رو میخورد و نمیدونست که اون فیلم ها الکیان، بعدتر دوباره همچنان چرت و پرت میگفت و این آخر هم هنوز هیچ چیزی رو نفهمیده. یه آدم شیاده مثل خیلی ها که میبینیم خودمون رو ادعا میکنن مثلا ارتباط با دنیایی دارن ولی در واقع همش دارن دروغ میگن. الیس سعی میکنه با کمک ری به
رستگاری برسه، خودش آروم بکنه، اما موفق نمیشه. و وقتی میبینه این قدرت‌هاش رو نمیتونه سرکوب بکنه، تصمیم میگیره که حداقل از آسیب رسیدن به خانواده‌اش جلوگیری کنه، چون اگه تسخیر شه معلوم نیست چه بلایی سر اونا بیاره. برای همینم هم میره توی دریاچه، همه چی رو تموم میکنه و خب به این شکل انگاری به آرامش درونی میرسه. همینم هم هستش که وقتی بدنش رو پیدا میکنن میبینن که صورت شبیه همون روح شیطانی شده، انگاری میخواسته بدنش بیاد بیرون، کنترل رو به دست بگیره و خارج شه، ولی در آخر به این رفته. چون مامورهای پلیس هم چند بار اشاره میکنن غیر ممکنه توی مدت زمان انقدر کم همچین بلای سری بدن توی آب بیاد. به هر حال باور من توی این قضیه است در مورد فیلم، به خاطر اینکه خیلی محتواش به نظرم جالب تر میشه و جایی هم برای نسخه بعدیش میذاره. وقتی با این برداشت نگاه بکنیم میفهمیم سکانس آخر فیلم، جایی که خانواده دارن میرن، آلیس همچنان روی زمینه، یعنی هنوز به آرامش نرسیده، همچنان اونجا گیر افتاده و خب میتونه قسمت بعدیش در مورد خانواده باشه که مثلا به اونجا نقل مکان میکنن، دوباره باهاش ارتباط میگیره. به هر حال به نظرم یکی از فیلم های خوب توی این سبک از این سایکولوژیکالایی هستش که تو مخت میمونه تا مدت ها ممکنه بهش فکر بکنی، برداشت مختلف ازش تو سرت بیاد و خوشحال میشم نظر شما را هم بدونم که شاید یه برداشت دیگه از پایانی فیلم کرده باشید. مرسی با هم بودید، حالتون خوب باشه همیشه، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، روزتون هم گلسی.